آغاز مذاکرات میان تیم غنی و عبدالله و برگزاری مراسم تعلیف و صورت جداگانه. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: مذاکرات میان دو تیم آغاز شده است. امروز نخستین جلسه آنها میان عبدالله صالح بابالفرحمند، اسدالله سعادتی، حاجی الماس، نوررحمان اخلاقی و فضلی برگزار شده است. نتایج مشخص نیست، اما منبع تایید کرد که جلسه آنها پرتنش بوده است. همچنان قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: در مراسم تعلیف محمد اشرف غنی، رؤسای جمهور و نخست وزیران نزدیک به 40 کشور جهان دعوت شدند، اما هنوز مشخص نیست که اشتراک میکنند و یا خیر. وزیر خارجه و رئیس کنگره امریکا نیز دعوت شدند. این در حالی است که تولونیوز گزارش میدهد آمادگی ارگ و سپیدار برای برگزاری مراسم های جداگانه تعلیف 18 روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، اکنون هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایه برای برگزاری مراسم های جداگانه سوگند اشرف غنی و عبدالله عبدالله به حیث رئیس جمهور افغانستان آمادگی میگیرند. قرار از ریاست جمهوری و ریاست اجرایه این مراسم را به روز دوشنبه 19 مای اوت برگزار کنند. ریاست جمهوری میگوید که تمامی آمادگی ها برای مراسم سوگند اشرف غنی همچون رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری را گرفته است. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره گفت: کمیته که در این خصوص توظیف شده است روی فهرست کار میکند. بله، هم از داخل و هم از بیرون مهمانان خواهیم داشت. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایه نیز افزود: بزرگان افغانستان اشتراک کنند و همچنان همکاران بین المللی ما هم دعوت میکنیم که آنها هم در مراسم تعلیف رئیس جمهور منتخب دولت همشمول افغانستان اشتراک کنند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 29 دل و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را که در 6 ماه میزان برگزار شد اعلام کرد. بر بنیاد این نتایج اشرف غنی بیش از 50% آرا را گرفته و عبدالله عبدالله هم بیش از 39% آرا را از آن خود کرده است. کمیسیون انتخابات اشرف غنی را برنده این انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله که میگوید نتیجه بر بنیاد آرای تقلبی اعلام شده آن را نپذیرفته است و در تلاش ایجاد حکومت خودش است. حکومت زیر نام حکومت همشمول تاکنون دسته انتخاباتی آقای عبدالله در چند ولایت شمال والیهای را نیز معرفی کرده است. قرار بود مراسم تعلیف پیش از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان برگزار شود. در آن زمان نیز ارگ و سپیدار قرار بود در یک روز مراسم جداگانه تعلیف را برای اشرف غنی و عبدالله برگزار کنند. اما درباره مراسم سوگند یک رئیس جمهور، ماده 47 قانون انتخابات میگوید که مراسم برای نامزد برنده 30 روز پس از اعلام نتایج برگزار می شود. اما اکنون در حدود 18 روز از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری می گذرد. نصرت الله استانگزی استاد حقوق در دانشگاه کابل گفت: در شرایطی که ما بحث مذاکرات را با طالبان و بحث صلح را داریم، تفرقه در کابل، ایجاد نفاق در کابل، دو دستگی ها و چند دستگی ها در کابل باعث این خواهد شد که ما این فرصت را از دست بدهیم و متاسفانه بازنده اصلی آن مردم افغانستان خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری 1398 افغانستان از جنجال برانگیزترین انتخابات های کشور شناخته شده است، زیرا اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو خود را برنده انتخابات می دانند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.